جئت لكي أدري ليزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بياد ونام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید میشید در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من در خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و عرضمند در ذه ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب علی هستم با سوالات بینندگان عزیز. سلامت باشین. تشکر از شما. بینندگان عزیز، مثل همیشه تکرار میکنم شما میتونید از چندین روش با ما در تماس باشین، از طریق پیام های الکتریکی، از طریق تماس تلفنی، از طریق اسمس که سوالاتون را بفرستین و ما بإذن الله جواب میدیم. و انشالله از الان هم سوالاتون را آماده داشته باشین که بعد از گرفتن چند سوال دوباره تماس های تلفنی شما بینندگان عزیز را میگیریم تا بتونیم بیشتر به شما عزیزان وقت بدیم و سوالاتون را به صورت مستقیم بگیریم. اما سوالای اسمس که قبلا فرستادین برنامه را آغاز میکنیم. جناب مولانا بیننده پرسیدن که آیا خریدن حج برای مردگان درست است یا نه؟ الحمدلله رب العالمین و الاخرة للمتقین و الصلاة والسلام على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. یکی از عبادت هایی که نیابت در آن درست است برای فردی که بیمار باشد یا توانایی رفتن به حج را نداشته باشد، از نظر شرعی جایز هست که فردی دیگر را وکیل بکند که نیابتن و حج انجام بده، به اصطلاح فقهی حج بدل انجام بدهد. این برای کسی است که بیمار باشد یا اینکه پیر باشد و سال خورده باشد که توانایی رفتن به مکه را نداشته باشد. و همچنین برای کسی که از دنیا رفته باشد جایز هست که ولیش و سرپرست و وارثانش بعد از او حج رو انجام بدهند. این جز مواردی هست که ایصال ثواب درست هست، صحیح هست. روایات متعددی در این زمینه وجود دارد. روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هست در صحیح بخاری و صحیح مسلم که میگوید یک زنی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال کرد که یا رسول الله، پدر من پیر بوده و وقت حجش رسیده بوده اما حج نکرده، از دنیا رفته است، آیا من میتوانم به جایش حج بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بله، جایز هست و میتوانید که به جای اون حج بکنید. و این مانند یک دین و قرضی هست که برگردن پدرت باشد و تو بخوای آن را ادا بکنید. پس بنابراین روایت دیگری هم هست، یک فردی اومد در هنگام حج با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند که گفت که لبیک ان شبرمه و میخواست که برای شبرمه یک فردی به نام شبرمه حج بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از او سوال کرد احججت عن نفسک، آیا برای خودت حج کردی؟ گفت نه، حج نکردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اول برای خودت حج بکن، بعد برای شبرمه حج بکن. یعنی این که حج کردن برای دیگران، برای افرادی که از دنیا رفتند، از نظر شرعی جایز هست. حج یا عمره هیچ گونه اشکال شرعی را ندارد. اگر کسی عزیزی از آن فوت کرده، پدر و مادری یا عزیزی دیگر از دنیا رفته و میخواهند که برایش حجی رو بخرند یا عمره‌ای رو بخرند یا کسی دیگر برود به جاشون حجی عمره انجام بدهد، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی وجود ندارد و این امر یک امر مشروع و جایزی هست و از ثواب این حج انشاءالله برای مرده حتما خواهد رسید. انشاءالله. جزاکم الله خیر.
بیننده دیگر پرسیدن که من موهای زائد گونه را بر می‌دارم، آیا این کار حرام است یا نه؟ در مورد مویی که بر صورت می‌روید، به اتفاق علما مویی که به عنوان محاسن هست و ریش هست، با توجه به روایات متعددی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده، باید یعنی تراشیدنش و گرفتنش حرام هست. روی موی صورت را که لحیه یا ریش و محاسن بر آن اطلاق می شود. برخی از علما تمام موهایی را که بر چهره می روید این را جز مفهوم لحیه و ریش حساب می کنند، یعنی مویی که بر روی چانه و دو طرف صورت می روید تمام این جزء ریش حساب می شود و گفتند که جایز نیست که هیچ قسمتی از این قسمت ها تراشیده بشود. اما مویی رو که بر روی گونه هست، یعنی زیر چشم هست، به نظر من این جزء مفهوم لحیه، یعنی مویی که بر لحا، بر دو فک در واقع می روید نیست و گرفتنش از نظر شرعی انشاءالله که اشکالی نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا عاشق شدن حرام است یا نه؟ و بیننده دیگری نیز سوالی مثل همین پرسیدن، گفتن که من ازدواج کردم و از شوهر خود راضی هستم، برایم کم نگذاشته است، اما من به یک مرد دیگری علاقه دارم، چه کار کنم؟ در مورد عشق و محبتی که انسان احیاناً به جنس مخالف دارد، به تعبیر همون عاشق شدن به قول این بیننده عزیزمون، باید تفکیک قائل شد. عشق حلال حلال هست و عشق حرام حرام هست. یعنی عشقی که مجوز شرعی داشته باشد و بر اساس معایر شرعی هست و کار خلافی پشت سر آن نیست و مقدمی برای کار خلاف نیست، این از نظر شرعی حلال هست. مانند عشق و محبتی که در میان اهل خانواده وجود دارد، یا عشقی که در میان زن و شوهر وجود دارد، عشقی که زن نسبت به شوهر خودش، شوهر نسبت به زن خودش، یک فردی نسبت به نامزد خودش دارد، این از نظر شرعی اشکالی ندارد، بلکه امر بسیار مطلوبی هست و جز مواردی هست که سبب می‌گردد که زندگی رو تبدیل به یک محیطی برای آرامش و آسایش برای زوجین قرار بدهد. و زندگی که بدون عشق و بدون محبت باشد، در آن آسایشی و اطمینان خاطری هم وجود ندارد. اما عشقی که منجر به حرام باشد و اساسش حرام باشد، مانند عشق به یک فرد نامحرم که ازدواج برای اون میسر نیست، و یا اینکه عشق به چند نفر باشه، یک مرد به چند نفر زن عشق داشته باشه، یا یک زن به چند نفر مرد عشق داشته باشه، اینا جز موارد عشق حرام و هوا و هوس و عشق شیطانی هستن که از نظر شرعی جایز نیست. و عشق رو باید یعنی این گونه تفسیر بکنیم که یک سری مقدماتی رو داره، بدایات و آغازی رو داره، و یک سری نهایاتی رو داره، عواقبی رو داره. بدایتش شاید با یک نگاه باشه، شاید با یک پیام باشه، شاید با یک صحبت باشه، هم مجلسی باشه، که به مرور زمان وقتی که این پیامها تکرار پیدا می کند، وقتی که این نگاه ها تکرار می شود، وقتی که صحبت و مجالسات تکرار می شود، در یک نوع وابستگی ایجاد می شود و نهایتا منجر به عشقی می شود که چه بسا فرد نتواند که در مقابل آن ایستادگی بکند و چه بسا هم که منجر به حرام بشود. بدایاتش در اختیار انسان هست و انسان باید خود را کنترل بکند، یعنی از نگاه به نامحرم، چه از به صورت مستقیم باشد یا نگاه کردن به عکس نامحرم باشد، صحبت کردن با نامحرم، مجالست با نامحرم و خیره شدن به چهره یا عکس فرد نامحرم، که خود به خود اینها یک نوع در واقع وابستگی رو ایجاد میکنند، چه بسا به یک مرحله برسد که از کنترل خارج بشوند. آن چیزی که در اختیار انسان هست، الله تعالی انسان رو مؤاخذه میکند، زیرا که یک امر اختیاری هست، یعنی صحبت کردن با نامحرم و مقدمات یک عشق و دلدادگی رو.
پس بنابراین انسان از زمان اول باید پایبند احکام شرعی باشد، عشقی که از نظر شرعی گناهی ندارد، عشقی هست که انسان به شریک زندگیش دارد، به پدر و مادر و خویشاوندانش دارد، و عشقی که به تعبیر این که وقتی که علاقه به جنس مخالف باشه، یعنی عشقی که در میان زن و شوهر یا در میان دو تا نامزد وجود داره، این از نظر شرعی اشکالی ندارد. اما اگر از این فراتر برود و گسترده بشود و با افراد نامحرم باشد، که خطا از نظر شرعی حرام هست و منجر به یک سری گناهان دیگر هم خواهد شد. اما در مورد این خواهری که گفته بودند که شوهر دارد، این باید قدر نعمت الله متعال را بداند که الله متعال بهش شوهری را عنایت کرده و الحمدلله از شوهر خودش راضی هست، اونگونه که میگوید که براش کم نگذاشته، و این نعمتی هست که چه بسا بسیاری دیگر در انتظار چنین نعمتی هستند و چنین آرزویی رو دارند که به این جایگاه برسند و متاسفانه تا حالا نرسیدند. پس بنابراین اولا تو باید قدر این نعمت رو بدانی و یک نوع در واقع نباشد که کفران نعمت کرده باشید که منجر به این بشود که حتی همین نعمتی رو که دارید از این در واقع محروم بشوید، و این را مطمئن باشند کسانی که مبتلا به چنین موقعیتی شدند یا از محبتی رو دارند با کسانی غیر از شوهرانشون، یا اظهار محبت کردند یا نکردند، که این منجر می شود به یک سری رسوایی ها و بدنامی هایی و خیانت هایی که در زندگی زناشویی اتفاق می افتند. و این رو مطمئن باشید، وقتی که تو برای شوهر خودت اگر اطمینان خاطر نداشته باشی و مورد اطمینان شوهرت نباشی و وفا نکنی، به هیچ عنوان مرد دیگر، ولو اینکه به مرد بسیار خوبی هم باشد، به تو هم اطمینان نخواهد کرد و به عنوان یک شریک زندگیش تو را انتخاب نخواهد کرد. پس بنابراین در چنین موارد انسان باید همیشه مراقب اعمال خودش باشد، الله را همیشه بالای سر خودش ببیند و بداند که الله متعال مراقب ما هست، و همیشه تضرع و زاری بکند به بارگاه الله متعال و قدر این نعمتی را که داشته، این نعمت را قدرش را بداند و سعی بکند تا حدی که برایش ممکن هست دور باشد، با اون کسی که بهش علاقه دارد صحبت نکند، هم مجلس نشود، نگاه نکند، اگر به صورت پیامک هست این ارتباط را قطع بکند، که انشاءالله عشق و علاقهش به شوهرش بیشتر بشود و سعادت دنیا و آخرت را الله متعال انشاءالله به تمام زوجه هایی که در زندگی مشکل دارند این سعادت رو به زندگی بازگرداند و در دنیا و آخرت سعادتمند باشد انشاءالله. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن، و بینندگان از الان شما میتونین تماس بگیرین و شماره زیرنویس شده، و سوالاتون را آماده داشته باشین. وقتی هم که تماس وصل شد، لطف کنید که از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین و منتظر نباشین که صداتون از گیرنده پخش بشه. جناب مولانا، خواهر دیگر پرسیدن که نامزدم اراده جهاد داشت و من مخالفت کردم. ایشون گفتن که مدرسه دینی درس میخواند و میتواند که در آینده به جامعهش خدمت بکند. آیا من با مخالفتم با رفتن به جهاد گناهکار شدم یا نه؟ دقیقا نمیدونم که این خواهرمون از کجا هستن، اما جهاد امروزه فرض عینی نیست، مگر در جاهایی که و در شهری که بالفرض مسلمانان وجود داشته باشند، کفار و دیگران بر شهر مسلمانان حمله کرده باشند، بر اهل خود آن شهر این جهاد کردن یک واجب عینی هست. اما برای دیگرانی که در شهرهای دیگر هستند یا حتی در کشورهای دیگری هستند و رفتن برای جهاد برایشون میسر نیست، این یک واجب کفایی هست. یعنی همان کسانی که در خط مقدم هستند و در خود اون شهری هستند که مورد هجوم قرار گرفته، عمل اونها در واقع این فرضیت رو از عهده دیگران ساخت میکند. و قطعا امروزه هم امت اسلامی نیاز به علم و نیاز به معرفت دارند. اگر کسی اهل علم باشد، برود دنبال و سراغ علوم شرعی فرا بگیرد و از این طریق جهاد بکند، قطعا اینم زمینه ای هست که بسیار مفید خواهد بود و جهان اسلام امروزه نیاز به چنین افرادی رو هم دارد. و من امیدوار هستم که الله متعال به آن چیزی رو که به صلاح این خواهر و برادرمون هست انشاءالله برایشون میسر بگرداند انشاءالله. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیز وصله، از اتاق فرمان خواهش بکنم که اولین بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
جناب شما و خدمت مولانا سلام عرض میکنم. بعد یک سوال داشتم، سوالم این بود زمانی که نماز عصر اذان گفته میشود، بعد اگر نماز ظهر قضایی خوانده بشه بعد از اذان، آیا جواز است یا نه؟ یا بعد از نماز عصر، جز بعد از اذان نماز عصر هیچ نماز دیگه را میشه تا نماز مغرب خواند یا نه اگر قضایی ظهر باشد؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ سوال دیگه هم این است که اگر زن و شوهر در بازی با هم دیگر، اگر مرد به طور مثل انزال بشه، بعد آیا غسل بر هر دوشان واجب میشه یا نه، در صورتی که هم بسری هم نکرده باشن؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر، خیلی ممنون. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. بنده گرامی از طرف گوشی تلفن صحبتتون ادامه بدین. من در ایران زندگی میکنم، میخواستم بدونم آیا شرکت کردن ما توی انتخابات جایز یا جایز نیست؟ اینجا برنامه شرعیه، برنامه پرسش و پاسخه بیننده گرامی، برنامه سیاسی نیست. اگر لطف کنید سوال میمونه، آیا کار حرامی مرتکب میشیم؟ درست. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. عرض ادب دارم حضور محترم استاد بزرگوارم، برادر عزیز بزرگوارم، استاد جناب محمد الهی عزیز. خدمت شما عرض سلام و خسته نباشید. سلام علیکم. قربون شما برم. من یه چند تا سوال دارم از استاد عزیز، ولی کوتاه کوتاه قول میدم. خواهش میکنم بفرمایید. در رکوع و سجده به جای سه بار سبحان ربی العظیم یا سه بار گفتن، یک بار بگیم سبحان ربی العظیم و به حمد کافیه یا نه؟ بعد خوندن تلقین قبل، این تشیع انجام میده، این شونه ها رو میگیرن که قبل میگن علی ان امام حسین، اصلا چنین چیزی ما در دین داریم در یا نه؟ یک بعد در قبر آقای الهی عزیز، در قبر میگن، یعنی انگار که تلقین میکنن، درسته؟ آره دیگه، تو قبر واخه تشیع، تو قبر شونه های میت میگیرن تکون میدن و 12 نفر اسم میبرن، همون 12 خدا شونه آره اینجوری اسم میبرن تکون میدن. بعد این دار، بعد خطبه عقد برای ازدواج خوندنش واجبه یا نه؟ بعد بعضی وقتا فراموش میکنیم مثلا نماز ظهر خوندم یا نه، یا مثلا نماز مغرب خوندم یا نه، اصلا یادم میره نمیدونم خوندم یا نه، اینو باید چه کرد؟ بعد آخریش هم شرمندم. چی کردن ابروهای سفید جایزه؟ گناهی داره یا نداره؟ درست. الله مدد، خدا نگهدارتون، استاد عزیزو میبوسم از راه دور روی همتونو. سلامت الله باشین. مدد، خدا نگهدارتون. الله مدد، خدا نگهدار شما همچنین، سلامت باشین. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده رو میریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سه تا سوال داشتیم. بفرمایید، سوال اولتون. این رقص موسیقی در چی؟ رقص موسیقی برای گوش کردن یا که رقص بازی میکنن، این چی میکن دارن؟ درست. سوال بعدی؟ سوال دیگر این بود، گوسفند چند ماه را قربانی کردن جایز است؟ گوسفند تا چند ماه قربانی کردن جایز است؟ یعنی دو ماه یا چهار ماه؟ و سوال دیگر این بود که بوپولی قرض ازدواج کنم جایز است؟ با پول قرضی ازدواج کنید؟ بله جایز است. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر. تشکر از شما.
تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم. فرید حبیبی هستم از لندن. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم آقای حبیبی. سلام خدمت استاد محترم مولانا است تقدیم میکنم. ما 5-6 سوال دارم اگه اجازه بدید. بفرمایید، انشاءالله مختصر و واضح. سوال ما اول، من در مورد قاعدگی یا عادت ماهیانه زنا است که در کتاب قدوری نوشته شده که اگر 10 روز خود پوره کنن بدون غسل میتونن با شوهر خود، یعنی پیش شوند، و در اگر از 10 روز کمتر باشه غسل برشان فرض میشه. این ما میخوایم روی چی دلیل و حدیث و آیاتی هست که اینا حکم کردن. این سوال اولم بود. سوال دوم ما مربوط به موزه و خوف یا خوفین. بله. با هم چی فرق دارن؟ و در مذهب امام ابو حنیفه چرا بر جراب و دستار مسح جایز نیست؟ درست. سوال بعدی؟ سوال بعدی است که زمانی که انسان پاهای خود را مسح می کند، آیا کف پا، یعنی قسمت پایین یا زیرین پا را ایران باید مسح کنه یا نی؟ و از استاد محترم تشریحات دقیق می خواهیم. دیگه در بخش سوال پنجم میست موزه؟ مسح بر موزه یا بر در چه حالتی مسح بر پایینی؟ مسح بر موزه یا خوفین یا هر کدامش که باشه مسح بر یعنی قسمت پایینی که در زمین او تماس میکنه، یعنی کف پا بر نظر یا لسان افغانی ما، آیا برو هم باید مسح کنه آدم یا نی؟ درست. سوال واضح، انشاءالله پاسخ داره میکنه. ببخشید سوال نگام دارم. بفرمایید. تیمم بر خاک، ریگ، گچ، سرمه و سنگ از دیدگاه مذهب حنفی درست است، یعنی امام ابو حنیفه درست دانسته شده. من نظر محترم مولانا صاحب و همچنان احکام صحیح یا احادیث صحیح را در این مورد میخوایم که کدام از اینا یعنی درست است، سنگ درست است یا خوب جنس خاک، مثلا خود خاک یا کلوخ یا خشتی که ما خشتی که از خاک باشه. درست. و یک سوال دیگه هم دارم باباش. بفهم انشالله آخرین سوال رو دارم. سوال دیگه این است که مثلا اگر شخص مسافر است و جنوب می باشه، آب پیدا نمی کنه، تیمم می کنه، زمانی که با آب و این نماز خودم اجرا می کنه دمی تیممی که کرده، زمانی که ای با آب میرسه در اونجا ای میخواه بر وضو یا نماز بعدی خود وضو بگیره، آیا ای غسل کنه چون قبلا ای جنوب بوده که تیمم کرده، و یا که وضو کنه بر نماز؟ درست. ما ببخشید که سوال زیاد کردم. تشکر از اینکه شما لطف کردین من وقت دارین. نه خواهش میکنم، تشکر میکنیم. سلامت، خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خوش آمدید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. من یه سوال داشتم، میتونم الان بگم؟ بفرمایید. اعتبارم من دو تا بچه دارم، پدرشون فوت کرده و من میتونم از حقوق همین بچه ها بدهی پدرشون رو بدم یا نه؟ از حقوق بچه ها چیکار کنین؟ بچه پدرشون رو بدم. درست. سوال دیگه دارین؟ نه، دفتر نکنه خدا. خدا نگهدار شما، تشکر از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بنده پرسش پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین. خیلی ممنون از اینکه فرصت رو دادید بد کنم. میخواستم سوالی داشته باشم از شما که ما در ایران الان در این زمان که زمان انتخاباته، ما مجبور هستیم به این که رأی بدیم، یعنی ما رو زور میکنن که رأی بدیم. اگر رأی ندیم، خب بچه ها و فرزندان ما رو در مدارس ثبت نام نمی کنن و یا اینکه یارانه ما رو قطع میکنن و هزاران مشکل.
ما می‌خواستیم ببینیم الان چیکار کنیم، ما رأی بدیم یا نه ندیم. رأی دادن حرامه؟ حرام نیست با این شرایطی که داریم که واقعا برای ما مشکل ساز شده. و اگر نظرتون بر اینه که ما در این شرایط رأی بدیم، از شما خواهش میکنم بگید ما به کی رأی بدیم، به چه شخصی رأی بدیم در حال حاضر با این شرایط سختی که ما داریم. من خیلی تشکر میکنم از شما که این فرصت رو به بنده دادید که بتونم با شما صحبت کنم. خواهش میکنم. تشکر از شما. متشکرم. سلامت باشید. تماس بعدی بنده میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید بنده گرامی. برنامه پرسش پاسخ و صداتون وصله، سوال شرعیتون لطفا. سوال شرعی من مسجدم نو خواهم درسته؟ بفرمایید صحبت کنید. در مسجد نو خواهم درسته هستن؟ در مسجد؟ آه. چه کار کردن؟ طواف خواهم درسته هستن؟ در مسجد طواف؟ تمام خوردن درست خوردن اینه خوردن غذا در مسجد. ها سوال دیگه هم دارین؟ نه. تشکر از شما. سلام علیکم، بنای پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. من قبلا شیعه اثناعشری بودم، بعد بر عقیده مسیحیت میخواستم وارد بدم. از طریق شبکه های توحیدی مسلمان شدم، باز برگشتم به دین اسلام. ولی از موقعی که فهمیدن که انگار من با شبکه سنی ها در ارتباطم، مامور اطلاعاتی بدترین جنایت ها را در حق من انجام میدن، خیلی ظلم میکنن. این چی جور دینیه که ظلم ستم رو در حق ما انجام بدن، سبب میزنن این کار را؟ الو درست صداتون بسته، بفرم. من رفتم به تو حرم، رفتم تا حتی تو حرم امام رضا، فکر میکردم آخونده تو حرم مسلمونن، رفتم گفتم جریان جوریه جوریه، بعدم تو حرم هم این کار را کنار قبر رضا هم این کار کردن، جنایت انجام دادن. نیزی که یک سال و نیم به تو وحشت و حرص و اینا بودن. من عباس که مامورا من به تو وحشت برده بودن. درست. این مذهب اهل ایمه، این مذهب علیه، این چیز رقم دینیه. یهود این کار نمکنه، نصارا این کار نمکنه. درست. انشالله در مولانا هم در همین زمین انشالله صحبتی خواهند کرد. در خیلی ممنون. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، بنای پرسش و پاسخ بفرمایید. بنده گرامی شما رو خط هستین، صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای، می‌خواستم سوال داشتم نسبت خواندن نمازهای سنت. بله. نماز در نماز سنت خواندن مسجد، بسیاری مردم تاجیکستان اکثریت در مسجد وقت هم مصرف میکنن، میکنن شرایط تاییدو نمیکنن که نماز سنت هم مثال جماعت بخونن و تنها گذار نماز میشوند. مثال بگیره وقتی آدم خواه میشهد که صبح دمیده است، خواندن نماز دو تا رکعت سنتی پیش از بامداد حتمی است، یا که مثال نماز پیشین میشود تا عصر فرصت که وجود دارد، یعنی در مسجد نخوانده است. بعد ما میگیم چهار رکعت سنت پیش از فرضی پیشین داره، یعنی خوندن اون اول باید سنت ما بخونیم، بعد فرض بخونیم، تنها گذار باشه آدم، در مسجد نخونده باشه. یعنی برای خوندن همین نمازهای سنت میخواستم سوال کنم. درست. بعد سوال دوم نسبتی باشه، من سوال دارم. بفرمایید. مسائل خستن صبح در وقت ماه رمضان، صبحانه خوردن حتمی است یا حتمی نیست، یا که خستنش
در صبح از روی شب وقتی بر روز رمضان یا بر روز عید منظورتونه؟ نه من منظور رمضان، وقتی رمضان وقتی که شب میشه مثلا شب آدم نیت کند، نیت روزه بکند و بعد بخواب صبح خیزن نماز شب بخونه بامداد، یعنی سحر خیزن هست، سحر میخیزن مثلا قضا میخورن، خوردن همین هم مثلا سنت های فرض یا که درجه نداره. درست. بعد ببخشید یک سوال دیگه هم دارم. بفرمایید. مسائلی که مثال آدم یاد نماز عصر میخواد نماز عصر بخونه، در او وقت مثال در وقتش نخونده است، میاد در وقتی که نماز مکروه های مثال میگن چیه مکروه، یعنی خواندن همون نماز فرضی که در کل آدم قرضه او مهمه یا که مکروه های نخونه مونه مثال گیره نیم ساعتی که پیش از نماز شام میشوه. درست. بعد مسائلی بخش یک سوال دیگه دارم آخرین سوال مقصد مسائلی نظر کرد نمازی که تحیه مسجد میخونه همین چی معنا داره با کی ثوابش میرسه، یعنی این برای او تحیه کنندگان مسجد است یا برای کیه که مثال ما میگیم مثال درجه خیلی بلنده میگن حتما مثال بگیره تحیه را ما میخونه، یعنی برای تحیه کنندگان مسجد یا ثوابش باقی میرسه. امینه اگر روشن میکردن مهم بید انشاءالله پاسخ دریافت میکنم. سوال واضح است. تشکر از شما. آخرین تماس بیننده رو بگیرین. سلام علیکم بفرمایین. الو سلام خسته نباشید. سلامت باشین در خدمت شما استاد محترم. عرضم خدمتتون که دو تا سوال داشتم. یک سوالش این که آیا خانمی که لاک ناخن داشته باشد میتونه نماز بخونه یا نه؟ بعد سوال دوم هم این که در غسل جنابت چی اذکار باید خونده بشه؟ درست. در هنگام غسل. تشکر از شما. خیلی ممنونم. متشکرم. سلامت باشین. تشکر از شما. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت. در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. اشکی بر صفحه قرآن. اشکم چکد هر نیمه شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش میزند هر شعله اش بر جان من. قرآن مگو دریاست این، دریای ناپیداست این، تا جاودان بر جاستین هر واجه اش برهان من. از دولت ارایه ای بینم ز رحمت سایه ای، هر دم پناهم می دهد از آتش پنهان من. هر جمله لرزاند مرا و شوق گریاند مرا، لطف خدا خواند مرا صد وای از حرمان من. ار سوره اش دار و شفا در نور آن باشد صفا، بر درد ناپیدا بود قرآن من درمان من. اشکم چکد هر نیمه شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش میزند هر شعله اش بر جان من. از حق ندا آید که هان ای بنده آلود جان، آخر چرا پیچیده ای سر از خط فرمان من. چون مرغکان خانگی غمگینی از بیدانگی، بینا نهی تا روز و شب گسترده بینی خان من. گوید چرا تردامنی راه مخالف میزنی، من با تو ام تو از منی، تو جان من جانان من. گاهی برایت این صدا، روزی به من گفتی بلا، اکنون چه کوشی بی سبب تا بشکنی پیمان من. دعوای معبودی مکن، آهنگ نابودی مکن، ای بند نمرودی مکن، پروا کن از طوفان من. اشکم چکد هر نیمه شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش میزند هر شعله اش بر جان من.
من جنتم، آتش توی، من رحمتم، سرکش توی، خود را چرا افکنده ای در شعله عصیان من؟ اشکم چکد هر نیم شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش می زند هر شعله اش بر جان من. از قرب ما دوری مکن و زیار مهجوری مکن، در گلشن رحمت درا ای بلبل بستان من. از گل به دل پرداختم تا از تو آدم ساختم، شیطان مشو بیرون مرو از حلقه عرفان من. اشکم چکد هر نیم شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش می زند هر شعله اش بر جان من. گاهی براید این صدا، رحمان نسوزاند تو را، خود آتشی، اما بیا در رحمت باران من. نام مرا آواز کن، روح منی اعجاز کن، خاکی مشو پرواز کن بالاتر از کیهان من. راز مرا محرم توی، مقصودم از عالم توی، هوا توی، آدم توی، برگرد در رضوان من. اشکم چکد هر نیم شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش می زند هر شعله اش بر جان من. زین آیه ها گریان شوم، در اشک خود پنهان شوم، نالم ز غفلت ها بسی، غفلت بود زندان من. در دل بسی زاری کنم و از خیش بیزاری کنم، زیرا نباشد در جهان جز من کسی شیطان من. غافل شدم در زندگی، می گریم از شرمندگی، یک دم نکردم بندگی، فریاد از نیسان من. اشکم چکد هر نیم شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش می زند هر شعله اش بر جان من. هر آیه افروزد مرا، شرمندگی سوزد مرا، ناگه گریزان می شود کفر من از ایمان من. اشکم چکد هر نیم شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش می زند هر شعله اش بر جان من. زین سوره ها افروختم، آتش گرفتم، سوختم، لب را ز حیرت دوختم تا نشنوی افغان من. اشکم چکد هر نیم شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش می زند هر شعله اش بر جان من. قرآن مگو دریاستین، دریای ناپیداستین، تا جاودان بر جاستین هر واژه اش برهان من. از دولت هر آیه ای بینم ز رحمت سایه ای، هر دم پناهم می دهد از آتش پنهان من. اشکم چکد هر نیم شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش می زند هر شعله اش بر جان من. قرآن مگو دریاستین، دریای ناپیداستین، تا جاودان بر جاستین هر واژه اش برهان من. از دولت هر آیه ای بینم ز رحمت سایه ای، هر دم پناهم می دهد از آتش پنهان من. اشکم چکد هر نیم شب بر صفحه قرآن من، گویی که آتش می زند هر شعله اش بر جان من. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين.
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در زمینه دین با شما نجنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نرانده اند باز نمی دارد. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. الله شما را تنها از دوستی با کسانی باز می دارد که در کار دین با شما جنگیده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون رانده اند و به بیرون راندنتان کمک کرده اند و کسانی که با آنان دوستی کنند ستمکارند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا همانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای مؤمنان، شما نیز بر او درود بفرستید و به گونه شایسته سلام کنید. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بینندگان زیادی تماس گرفتن و سوالاشون رو مطرح کردن. اولین بیننده گفت که آیا وقتی که نماز ظهر نخوندیم و اذان ظهر گفته شده است می شود بعد گفتن اذان ظهر نماز ظهر نخوندیم نماز اذان نماز عصر گفته شده است، آیا می شود بعد از گفتن نماز عصر نماز ظهر بخوانم؟ اصل بر این است که انسان باید سعی بکنه همیشه که هر نمازی رو سر وقت بخواند، یعنی با شنیدن اذان در اول وقت و وقتی که در مسجد نماز جماعت اقامه می شود برود در مسجد و نماز رو با جماعت بخواند و که ثواب نماز جماعت متفاوت است با ثواب نمازی که انسان در منزل می خواند و اوقات نماز هم به ترتیب هستند و هر نماز یک وقت مشخصی را دارد. اگر اذان عصر گفته شد و شما هنوز نماز ظهر را نخوانده بودید، حکمش این است که ولو اینکه اذان عصر گفته شده
بعد از این که از آن عصر هم گفته شده یا قبل از آن، به هر وقتی که شما متوجه شدید که نماز عصر در واقع قضا شده، نماز ظهر رو شما نخوانده بودید، حکمش این است که شما اول نماز قبلی رو بخوانید و بعد از آن نماز بعدی رو. نماز ظهر را نخوانده بودید، متوجه شدید وقت اذان عصر هست یا قبل از اذان عصر است، اول نماز عصر را بخوانید و بعد نماز اول نماز ظهر را بخوانید بعد نماز عصر را، یا بله ترتیب را حفظ بکنید، اول نمازی را که قضا شده یعنی از وقتش فوت شده تا وقت نماز بعدی رسیده، اول نماز قبلی را بخوانید و بعد از آن نماز که وقتش هست بخوانید. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که در حین بازی با همسرشان مرد انذار شود، آیا غسل بر هر دو، یعنی هم بر زن هم بر مرد واجب است یا فقط بر زن بر مرد؟ یکی از در واقع موجبات غسل انذار هست، یعنی انذار منی، تفاوتی ندارد که از مرد باشد یا زن باشد، این یکی از موجبات غسل است. یعنی اگر مداعبه در میان زن و شوهر به اندازه رسیده تا مرحله انزال و ارضا شدن رسیده باشه، تفاوتی نداره که مرد باشد یا زن باشد. اگر تنها مرد ارضا شده باشه و انزال شده باشد، تنها بر مرد غسل لازم هست. اگر هر دوتاشون ارضا شده باشند، بر هر دو نفر در واقع غسل لازم می شود. و در صورتی که دخول انجام گرفته باشه، یعنی این که با همدیگر همبستری کرده باشن، ولو این که انزالی صورت نگرفته باشد، غسل بر هر دو طرف لازم هست. در صورت همبستری، به مجرد شروع همبستری، غسل بر مرد و زن هر دو لازم می شود. اما اگر بدون همبستری شده بوده، فقط در صورتی که انزال صورت گرفته باشد، در این صورت غسل لازم هست. هر کسی بر مرد یا زن که انزال شده باشد، غسل بر آن واجب هست. اگر انزالی صورت نگرفته باشد، غسل واجب نمی گردد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد انتخابات سوال پرسیدن و بیننده دیگر همین سوال مطرح کردن که گفتن اگر در انتخابات ایران شرکت نکنیم با مشکلات مواجه میشیم و آیا در انتخابات شرکت بکنیم یا نه؟ این که این بیننده گفتند که اگر شرکت نکنیم در انتخابات دچار مشکل میشیم، تا حالا چنین چیزی اتفاق نیفتاده. تا جایی که حداقل من به خاطر دارم اتفاق نیفتاده که کسی رو به خاطر اینکه در انتخابات شرکت نکرده باشه زندانی کرده باشند، یا بچه هاشو از مدرسه اخراج کرده باشند، یا خودشو از سر کار اخراج کرده باشند. چون این چیزی تا حالا در واقع صورت نگرفته. انتخابات و رأی دادن یک امر اختیاری هست و اینکه رأی بدهند یا رأی ندهند، الحمدلله در این زمینه اهل سنت و جماعت در داخل کشور صاحب رأی و صاحب نظر هستند. رأی دادن یا رأی ندادن، کدامش به مصلحت اهل سنت و جماعت یا به مصلحت عموم ملت ایران باشه، خود ملت ایران و خود اهل سنت و جماعت هم در این زمینه علمایی که در داخل کشور هستند صاحب در واقع اختیار هستند و صاحب نظر هستند. هر نظری رو که علمای اهل سنت داخل تصمیم گرفتند و نظری رو انتخاب کردند، عموم مردم میتوانند که بر اساس نظر آنها در واقع عمل بکنند. اما اگر من خودم شخصا در ایران بودم، رأی نمیدادم. اما هر چیزی که علما در داخل تصمیم بگیرند، عموم مردم میتوانند که بر اساس تصمیم علما عمل بکنند. این که گناهی رو مرتکب شده باشند، این گونه نیست. اگر علمای داخل کشور، یعنی جامعه اهل سنت و جماعت، تصمیم گرفتند که رأی بدهند، خب رأی بدهند. اگر مصلحت در رأی دادن بود، اگر تصمیمشون بر این شد که رأی ندهند، عموم اهل سنت و جماعت باید تابع علمای خودشون باشند. جزاکم الله خیر. آقای محمد الهی عزیز چندین سوال پرسیدن. سوال اولشون گفتن که در رکوع و سجود آیا میشود به جای سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم به جای 3 بار گفتن 1 بار گفته بشه؟ بله، در رکوع رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و اما رکوع فعظم فیه الرب، در رکوع تعظیم الله متعال را به جا بیاورید و بزرگی الله متعال را بیان بکنید، یعنی سبحان ربی العظیم گفتن هست، یعنی ذکر رکوع سبحان ربی العظیم. یا از کار دیگری که وجود دارد، سبوح قدوس رب الملائکه و الروح، یا سبحانک اللهم ربنا و بحمدک رب اغفر لی، این از کاری هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در رکوع و در سجده ثابت شده.
یک بار گفتن کفایت میکند. یعنی اگر شما یک مرتبه در رکوع بگی سبحان ربی العظیم یا در سجده بگی سبحان ربی الاعلی، نمازتون درسته، هیچ گونه اشکالی در نمازتون به وجود نمیاد. اما سه مرتبه گفتن یعنی این که تسبیح کامل شده، یعنی کامل ترین تسبیح و حداقل کمال سه مرتبه هست. حداقل کمال سه مرتبه هست. یک مرتبه گفتن جایز هست، دو مرتبه گفتن جایز هست، البته به صورت وتر باشه اولاتر و بهتر هست. سه مرتبه بگوییم این حداقل درجه کمال هست. این وقتی که کسی سه مرتبه میگوید یعنی تسبیحات رکوع رو به صورت کامل انجام داده. اگر بیشتر بگوید که این اولاتر و بهتر هست. و نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر از قیامش و غیر از التحیات بقیه امورش با هم دیگر تقریبا با هم دیگر مساوی بود. این وقتی که در رکوع بودند و وقتی که از رکوع برمی‌خواستند در حالت قامه بودند، وقتی که در سجده بودند یا در میان دو سجده بودند، این امورش تقریبا شبیه به هم دیگر بود. یک مرتبه گفتید اشکال نداره، نمازتون درسته اگر عجله داشتید. اگر سه مرتبه بگویید این کاملتر هست. این حداقل کمال این است که شما سه مرتبه به صورت وتر از کار نماز را رکوع و سجده را بخوانید. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده گفتن که در مذهب شیعه در وقتی که میت را در قبر میذارن یک تلقینی انجام میدن که به شونه میت میزنن و اون را تکان میدن و اسم دوازده امامشون را میبرند. آیا این کار از دیدگاه اسلام هم جایگاه داره یا نه؟ در مورد میت دو تا امر در اینجا ما داریم، یکی قبل از دفن میت هست و دیگری بعد از دفن میت. قبل از در واقع مرگ، قبل از این که انسان در واقع بمیرد و در حالت احتضار هست، حکمش تلقین هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لقنوا موتاکم لا اله الا الله، که تلقین بکنید، یعنی به زبانشون بدهید، فتح بدهید که و در حضور در واقع کسی که در حالت احتضار هست ذکر بکنید، نام الله را ببرید و بهش بگید که بگوید لا اله الا الله. و در روایت اومده هر کسی که آخرین کلامش در دنیا لا اله الا الله باشد انشاءالله که بهشتی خواهد بود. این برای قبل از وفات هست. بعد از وفات و بعد از دفن کردن چیزی به عنوان تلقین میت نداریم که برون تلقین بکنند که نمیدونم پروردگارت کی هست، پیامبرت کی هست، یا دینت کی هست، یا امامت چه کسی بوده. نه، چون این چیزی در شریعت اسلامی وجود نداره و روایاتی هم که در این زمینه هست روایات صحیحی نیستند. یعنی در هیچ روایت صحیحی نیامده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میتی را بعد از وفات تلقین کرده باشند یا امر کرده باشند که شما میت خودتان را بعد از وفات در واقع تلقین بگید. وقتی که در قبر گذاشته می شود تلقینی وجود نداره. بعد از این که میت دفن شد حکمش این است که دیگران برایش استغفار بکنند، طلب مغفرت بکنند. در روایت حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه آورده در روایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که صحابی را دفن کردند فرمودند استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت، و یعنی برای برادرتون طلب مغفرت بکنید و بخواهید که از الله بخواهید که اون رو ثابت قدم نگه دارد. فانه الان یسأل، الان در حال سوال شدن هست. این موردش هست. یعنی بعد از دفن میت کاری و وظیفه‌ای که ما داریم این است که دعا بکنیم و طلب مغفرت بکنیم، طلب ثبات و استقامت بکنیم برای میت. و بعد از وفات یا قبل از این که دفنش بکنند یا بعد از این که در قبر گذاشتن چیزی به عنوان تلقین میت که اون یک چیزی رو ما بهش تلقین بکنیم به خوردش بدیم که اون رو بگوید، چون این چیزی وجود نداره. تلقین قبل از وفات هست و در حالت احتضار هست و بعد از وفات تلقینی نیست بلکه طلب مغفرت برای میت هست. جزاکم الله خیر. سال بعدی آقای الهی گفتن که در مورد این گفتن که آیا خطبه عقد ازدواج آیا واجب است و کلا چه حکمی دارد؟ نه، خطبه خواندن در عقد ازدواج واجب نیست، جز سنت ها هست. یعنی اصل ازدواج ایجاب و قبول هست که زن و شوهر یا کسانی که وکیل دختر و پسر هستند ایجاب و قبولی رو صورت بگیرن. ایجاب یعنی این که در واقع صاحب دختر، خود دختر یا وکیلش در واقع میگه که من این دختر رو به عقد تو درآوردم، به تو دادم، این می شود ایجاب و قبول کردم. بله، ولی دختر یا خود دخترم اگر حضور داشته باشه
و وقتی که داماد به سلام میگه من قبول کردم، این میشود قبول. اصل رکن اصلیش در ازدواج همین ایجاب و قبول هست، یعنی رضایت دو طرف و تلفظ همین جملات که من این دختر را به عنوان عقد نکاح به تو دادم، آیا تو قبول کردی؟ اگر اون قبول کرد، این ازدواج در واقع عقد بسته شده. این که دوباره خطبه بخوانند، این خطبه خوندن، خطبه عربیک خوانده میشود، این سنت از جز واجبات و جز ارکان ازدواج نیست. اگر نخوانده باشند هم هیچ گونه اشکالی ندارد. همین که ایجاب و قبولی باشد در حضور دوتا شاهد، این ازدواج در واقع یک ازدواج و عقد شرعی هست، ولو آنکه خطبه عربی خوانده نشود. بند است. جزاکم الله خیر. جناب الهی گفتن که خیلی وقتا فراموش میکنم که نماز خواندم یا نه، در این حالت باید چه کار کنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من نام عن صلات او نسیها فلیصلها اذا ذکرها. اگر کسی خواب افتاد یا نمازی رو فراموش کرد، بعد از این که بیادش آمد باید نماز بخواند. اگر واقعا کسی نمازی رو فراموش کرد که بخواند، به محض این که یادش آمد، هر وقتی که بوده، قبل از نماز بعدی یا بعد از نماز بعدی، هر وقتی یادش افتاد که من فلان روز فلان ساعت و وقت نماز رو نخواندم، حکمش این است که هر وقتی که بیادش آمد اون نماز رو بخواند، کفاره دیگری غیر از این ندارد. اما اگر این گونه هست که انسان الان وقت نماز عشاء هست بالفرض، کسی یادش نیست که نماز مغرب را خوانده یا نخوانده، هر چی فکر میکند بیادش نمیاد که واقعا من نماز را خواندم یا نماز را نخواندم. اصل بر این است که نخوانده، اصل بر این است که نخوانده. اگر شک هست که نماز خواندم یا نخواندم، بهتر است که برم و دوباره نماز خوانده باشد، این اولاتر و بهتر است. اما اگر نمازی رو فراموش کرد، بعدن یادش اومد که من نماز رو نخواندم، هر وقت که بیادش اومد باید اون نماز رو بخواند. جزاکم الله خیر. قیچی کردن ابروی سفید چه حکمی دارد؟ اولا قیچ کردن ابرو برای کسانی که موی ابروشون بلند هست و مزاحم دید هست از نظر شرعی اشکالی نداره، چه سفید باشد یا سیاه باشه. وقتی که ابرو نامنظم هست و خیلی بلند شده به گونه ای که جلوی دید را گرفته یا یک نوع تشویحی بد شکل کرده انسان رو، مزاحم هست، اشکال نداره که موی رو که بیش از اندازه بلند هست اون رو بگیرید، از نظر شرعی اشکال نداره. اما ایشون فرمودند که موی سفیدی رو که در ابرو هست یا در هر جای دیگری از موی صورت باشه، آیا کندن موی سفید و از بین بردنش با کندن، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ در این زمینه روایاتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هست که ایشون موی سفید رو جزء در واقع نور مسلمان یعنی معرفی فرمودند که موی سفید در واقع یک نوع حسنی هست و جمال و نوری هست برای مسلمان. روایت حضرت کعب ابن مره رضی الله تعالی عنه است، میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من شاب شیبتا فی الاسلام کانت له نورا یوم القیامه. هر کسی که در اسلام ریشش سفید باشد، اون در واقع یک نوری خواهد بود برای اون در روز قیامت. روایت سنن ترمذی هست. یعنی کسی که در حالت اسلام از جوانی تا وقت پیری در واقع در حالت اسلام باشه، عمل کرده باشه در اسلام و با اسلام مویش رو سفید کرده باشه، می شود شیخ و شیخ الاسلام می شود. یعنی کسی که در حالت اسلام در واقع جوانیش رو به پیری مبدل کرده. و خود کندن موی سفید رو رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمودن در روایتی از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که ابن حبان نقلش کرده و شیخ البانی رحمت الله علیه این روایت رو حسن دانستن، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لا تنتف الشیب فانه نور یوم القیامه. موی سفید خودتان را نکنید، و این زیرا که این در روز قیامت نوری هست برای مسلمان. و موی سفید یکی دوتا نیست که آدم بخواد که اون را با کندن از بین ببرد. امروز دوتا هست، فردا سه تا، پس فردا مجبور میشه کل ابروش رو بکنه به خاطر اینکه سفید شده. پس بنابراین همون بهتر که موی سفید را چه در ابرو باشه یا در محاسن و ریش باشه، کندنش از نظر شرعی درست نیست و یک نور و یک نوع فضیلت و محبوبیتی است که معمولا در قلب مردم ایجاد میشه که وقتی که فلانی به قول معروف ریش سفید میشه و ارزش و جایگاه خاصی رو داره، و خود این ریش سفید هم در اسلام یک جایگاه خاصی رو داره و رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو به عنوان یک نوری در روز قیامت معرفی فرمودند. دیگه شما که خیلی نور دارین فرمودند.
و جالب این است که حتی در روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که ابن حبان روایت کرده، در ادامه روایت اومده که هر کسی که در اسلام محاسنش رو سفید بکند، یعنی الله متعال به اون این فرصت رو بدهد که محاسنش در حالت اسلام در واقع سفید بشوند، کان له بکل شیبه حسنه، در مقابل هر موی سفیدی الله متعال به اون یک حسنه میدهد و در روز قیامت باعث رفع درجاتش خواهد شد. جزاک الله خیر. شنیدن و گوش دادن به موسیقی و چیزهایی که رقص و موسیقی در آن هست چه حکمی دارد؟ موسیقی به صورت عمومی از نظر شرعی حرام هست. در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقش شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یکون فی امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والمعازف، در آخر امت من در آخر زمان افرادی خواهند بود که زنا را و حریر و ابریشم را و معازف را، اسباب و آلات موسیقی را، اینها را حلال میپندارند. این دلالت بر حرمت میکند. و روایت دیگری هم در این زمین از رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و اقوالی از صحابه هست که دلالت بر این میکند که موسیقی از نظر اسلام حرام هست. یک سری استثناءاتی وارد شده در شریعت اسلامی که در حد خود آن استثناء هست و نمیشود که آن را به موارد دیگر در واقع این حکم را تسری داد و موارد دیگر را در این حکم داخل بکنیم. دف زدن در هنگام عروسی از نظر شرعی جایز هست، اشکالی نداره. دف زدن در هنگام شادمانی و سرور از نظر شرعی اشکال نداره. اما بقیه اسباب و آلات موسیقی از نظر شرعی حرام هستند و جمهور مذاهب اهل سنت و جماعت هر چهار مذهب نظرشون بر این است که موسیقی حرام هست و انسان باید تا جایی که ممکن هست از این گونه موارد باید پرهیز بکند. جزاکم الله خیر. بیانی باید گفتن که گوسفند باید چند ماهه باشد تا قربانی شود. آیا میشود گوسفند دو سه ماهه را قربانی کرد یا نه؟ اگر منظورشون این است که به عنوان صدقه دادن هست، یعنی به عنوان ایصال ثواب برای یک مرده هست، یا اینکه میخواد اینو تقسیم بکنه در میان فقرا، در این زمینه سنی برایش مطرح نیست. یعنی هر گوسفندی در هر سن و سالی باشه، آدم وقتی که اینو صدقه بده برای فقرا از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. اما اگر منظورشون قربانی کردن هست و عضوی هست، حتما باید یک ساله باشد. کمتر از یک سال قربانی گوسفندی رو که کمتر از یک سال دارد قربانی کردنش جایز نیست. جزاکم الله خیر. آیا میشود با پول قرض ازدواج کرد؟ اگر منظورشون این هست که از یک کسی پولی رو قرض بکنند و با این ازدواج بکنند، اشکال نداره. خودش به اصطلاح دستش تنگ هست، نمیتواند مخارج عروسی خودش رو تأمین بکند، از دوستی عزیزی قرض میگیرد و ازدواج میکند، هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره و انشاءالله که الله متعال این گونه قرضها رو از کسانی که مخلوص هستند زودتر توفیق بدهد که اینها رو ادا بکنند و رزق و روزی گسترده رو الله متعال عنایت بفرماید. اما اگر وام گرفتن هست به عنوان وام ازدواج هست که یک درصد و سود مشخصی رو داره، از نظر شرعی چون این وامی حرام هست. این هر وامی و قرضی که گرفته می شود از بانک و سود و بهره دارد، از نظر شرعی حرام هست. تفاوتی نداره که اسمش وام ازدواج باشه، وام مسکن باشه، وام خرید خودرو باشه، هر مورد دیگر. هر قرضی و وامی که در آن ربایی وجود داشته باشه، بهره و سود داشته باشه، حرام هست. اما اگر منظورش این است که قرض بکنند از دوست و عزیزی به خاطر ازدواج که ازدواج بکنند، از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر. بینان بعدی گفتن که در کتاب قدوری آمده است که اگر قاعدگی زن 10 روز بیش از 10 روز بگذارد بدون غسل نیست جماع درست است، اما اگر کمتر از 10 روز باشد باید غسل انجام شود. دلیل این حرف چیست؟ این یکی از یعنی جزئیات فقهی هستند که برخی از فقها این در واقع حرف را زدند و تفکیکی قائل شدند، تفاوتی قائل شدند در میان
این که زن در حد اقل مدت حیض پاک بشود یا حد اکثرش 10 روز رو بگذراند و پاک بشود، یک تفاوتی رو قائل شدن برخی از فقهای احناف که اگر حد اکثرش که 10 روز از در مذهب امام ابو حنیفه بعد از آن پاک بشود بدون از غسل کردن در واقع جماع جایز هست برای زن و شوهر در اون صورت. دلیلی از قرآن و حدیث برای این گفته وجود ندارد، فقط یک نوع استنباطی هست که برخی از فقهای احناف این استنباط کردند. با توجه به آیات قرآن هیچ گونه تفاوتی در این زمینه نیومده. در آیه که الله متعال در مورد احکام حیض رو بیان می‌فرماید در سوره بقره آیه 222 صراحتا الله متعال می‌فرماید ولا تقربوهن حتی یطهرن، و که تا زمانی که زنان پاک نشده اند شما حق ندارید که با آنها هم بستری بکنید. این مورد اتفاق از در میان تمام مذاهب که در زمان عادت ماهیانه به صورت کلی هم بستری زن و شوهر با هم دیگر حرام هست. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، اگر پاک شدند و پاکی کردند در اون صورت شما می توانید با آنها از جایی که الله متعال دستور داده و برای شما حلال و مباح قرار داده، یعنی از راه طبیعی، می توانید با همسرانتون هم بستر بشید. فاذا تطهرن تعریفش این است که یعنی وقتی غسل کردم، این تفسیر حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است. فاذا تطهرن، نفرمودند فاذا تطهرن، وقتی که پاک کردند خودشان را، یعنی وقتی که غسل کردند، در اون صورت شما می توانید که با زنانتان هم بستر بشوید. قبل از این که پاک شده باشند، خود را پاک کرده باشند یا غسل کرده باشند، هیچ گونه تفاوتی رو در آیه قرآن ما نمی بینیم. ولا تقربوهن حتی یطهرن، تا زمانی که پاک نشده باشند نباید در واقع شما نزدیکی بکنید. فاذا تطهرن، بعد از این که پاک شدند، فاذا تطهرن و تطهر حاصل کرد، یعنی غسل انجام دادن، فاتوهن من حیث و امرکم الله، در این صورت جماع و همبستری جایز هست، وگرنه جایز نیست. اما این که اگر حد اکثر حیض باشه جایز هست، حد اقلش باشه جایز نیست، این تفاوت در حکم هیچ گونه دلیلی از قرآن و حدیث نداره، صرفا یک نوع اجتهاد هست. جزاکم الله خیر. سال بعدی در مورد مسح بر موزه و خف هست، گفتن که موزه و خف با هم چه فرقی دارند و چرا در مذهب ابو حنیفه بر جوراب و دستار مسح جایز نیست؟ مسح بر خف و موزه هر دو تا یک چیزی هست. خف که همون به زبان عربیش هست و موزه که معمولا به زبان فارسی و دری اطلاق می شود، همون موزه یعنی جورابی که از چرم باشد، و این مورد اتفاق تمام ائمه مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت هست. یعنی مسح بر موزه به اندازه روایت و دلیل دارد که حتی در کتاب‌های عقیده هم این رو ذکر کردن. یکی از ویژگی‌های اهل سنت و جماعت و مورد اجماع در میان اهل سنت و جماعت است که مسح بر موزه یعنی همان خف، یعنی جورابی که از چرم باشه، از نظر شرعی به اتفاق مذاهب اهل سنت و جماعت جایز است و هیچ گونه اشکالی رو نداره. و در مورد مسح کردن بر جوراب در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به صورت کلی ممنوع نیست و حرام شمرده نشده و ناجایز نیست، بلکه یک شرایط خاصی رو برای جوراب در واقع در نظر گرفتند که در آن شرایط جایز هست. یعنی به شرط این که جوراب به قول اصطلاح فقهی عربی سخین باشه، یعنی کلفت باشه، غلظت داشته باشه و که امکان داشته باشه که انسان با اون راه بره. در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در این زمینه مسح کردن بر چنین جورابی جایز هست. یعنی جورابی که تخت داشته باشه زیرش، یا اینکه کلفت باشه و اندازه زخیم باشه، در این صورت مسح کردن بر چنین جورابی هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز هست. گرچه ابتدا نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه این بود که جایز نیست، اما در آخر عمر وقتی که شون بیمار بودن بر جورابی که پوشیده بودن مسح کردن و خودشون فرمودن من عملا چیزی رو انجام دادم که قبلا از این من می‌کردم. یعنی نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در آخر عمر هم تغییر کرده و نظرش این بوده که مسح بر جوراب در صورتی که زخیم باشه هیچ گونه اشکال شرعی نداره و لازم نیست که حتما منعل باشه که زیرش در واقع تخت داشته باشه. اما بسیاری دیگر از علما با توجه به این که اصل منات حکم را در اینجا در نظر گرفتند که علت این حکم در واقع چی هست که رفع حرج از امت هست، بسیاری از علمای معاصرین نظرشون بر این است که جوراب ولو این که نازک هم باشد به خاطر دفع حرج و مشقت مسح کردن بر آن از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. جزاکم الله خیر.
هنگام مس بر خوف موضع آیا باید کف پا رو هم مس کرد یا نه؟ و همچنین تیمم بر خاک، ریگ و گچ و سرمه و بقیه امور آیا جایز است؟ در هنگام مس بر موضع تنها مس بر ظاهرش هست، یعنی بر قسمت بالا و پشت پا هست و در این زمینه مقوله معروفی از حضرت علی رضی الله تعالی عنه نقل شده که ایشون میگن اگر که دین با عقل بود همه چیز رو ما باید با عقل خودمون میسنجیدیم، از نظر عقلی مس کردن زیر پا اولاتر هست از مس کردن پشت پا. وقتی که انسان موزه پاش باشه، خب قسمت پایین پا به زمین تماس داره و در معرض آلودگی بیشتر هست از قسمت بالای پا. اگر با عقل خودمون ما میباستی یک حکمی رو ثابت بکنیم، باید حکم میکردیم که زیر در واقع پا رو مس بکنیم، اما حکمش این است که بر روی پا، یعنی قسمتی که پشت پا هست، وقتی که موزه یا جورابی رو پوشیده باشن باید بر این قسمت مس بکنن. و این مذهب جمهور و عموم اهل سنت و الجماعه، هر چهار مذهب نظرشون بر این است که بالای پا و قسمت پشت پا باید مس بشود، نه قسمت پایین پا. و قسمت پایین در واقع کفایت نمی کند، زیرا که رأی جمهور اهل سنت و الجماعت و اجماع بر این است که قسمتی که باید مس بشود مقدار 3 انگشت هست، از سر انگشتان گرفته می شود تا قسمت ساق پا باید مس بشود. اما مس کردن بر چه مواردی مس کردن جایز هست؟ جمهور اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که هر چیزی که از جنس زمین باشد مس کردن بر آن جایز هست، هر چیزی که از جنس زمین باشد، که این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، امام مالک هم این نظر رو دارن و حتی امام و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگن هر چیزی که از جنس زمین باشد مس کردن بر آن از نظر شرعی جایز هست، اشکالی نداره، زیرا که در آیات قرآن و روایات اومده که سطح زمین، هر چیزی که سطح زمین باشه، اگر یک جای خاک بود هم جایز هست، سنگی بود هم جایز هست، ریگی بود هم جایز هست، یا موارد دیگر که از خود زمین باشه که بر آن غباری نشسته باشه، مس کردن بر آن جایز هست و اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن یا همون خود بیننده گفتن که اگر شخص مسافری جنوب شود و آب پیدا نشود، تیمم بکند، آیا وقتی که رسید به جایی که آب هست باید اول غسل بکند بعد وضو بگیرد یا همون وضو کافی است؟ تیمم جایگزین وضو هست، یعنی دو تا طهارت ما داریم، یک طهارت با آب هست و طهارت دیگر با خاک هست. طهارتی که با آب حاصل می شود وضو گرفتن هست و غسل کردن هست، و در صورتی که برای یک فردی امکان نداشته باشد که از آب استفاده بکند یا در جایی هست که آبی وجود ندارد، این حکم درجه دوم در واقع باید مورد نظر قرار بگیرد که همون تیمم کردن هست. تیمم کردن هم جایگزین وضو هست و هم جایگزین غسل هست. فرض کنید یک فردی در یک بیابانی رفته و آب نیست برای وضو، جنوب نیست اما وضو ندارد، برای وضو گرفتن آب نیست، حکمش این است که تیمم بکند و نماز بخواند، تیمم بکند و نماز بخواند. و اگر کسی بالفرض جنوب هست باز هم همون تیمم هست و کیفیت تیمم برای شخصی که وضو ندارد یا برای شخصی که جنوب هست هر دوتا یکی هست، هیچ گونه تفاوتی در این زمینه وجود ندارد، صرفا این است که دست ها رو بر روی زمین بزنند و چهره خود رو مس بکنند و پشت دست رو به این گونه مس بکنند، این اندازه کفایت میکنند. این تیمم هست هم برای وضو هم برای غسل. برای کسانی که آب ندارند یا در جایی هست که آب وجود نداره، در بیابانی هست، تا هر وقتی که به سر آب برسه حکمش این است که تیمم بکند، نماز بخواند، چه برای بیوضوی باشد چه برای جنابت باشد، چه برای مرد یا برای زن هیچ گونه تفاوتی را نداره. و نمازی را که با تیمم خواندن دقیقا مانند نمازی هست که با وضو خوانده، و بعد از این وقتی که به آب رسید اون نمازهایی که قبلا خوانده اونها درست هست، لازم نیست که دوباره اونها را اعاده بکند. و وقتی که سر آب رسید اگر وضو نداشته وضو بگیرد، اگر قبلا بی وضو بوده وضو نداشته با تیمم نماز خونده، خب الان حکمش این است که وضو بگیرد. اگر قبلا جنوب بوده و تیمم کرده وقتی به سر آب رسیده باید غسل بکند، وقتی که جنوب بوده وضو گرفتن کفایت نمی کند، حتما باید غسل انجام بده. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمانم خواهش میکنم که دوباره شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن تا چند تا سوال دیگر بینندگان را نیز بگیریم و به بقیه سوالا نیز پاسخ بدیم. جناب مولانا، بیننده بعدی پرسیدن که
دو بچه دارن که پدرشون فوت کرده. آیا میتونن از حقوق بچه هاشون بدهی پدرشون رو ادا کنن؟ من از سال این خواهرمون الله متعالین در واقع شوهرشون رو رحمت و مغفرت بفرمایند و به ایشون صبر و پاداشی رو عنایت بفرمایند. وقتی که شوهر از دنیا رفته، یعنی این بچه‌هاش حقوقی از یک مؤسسه به عنوان بازنشستگی از این پدر یا از وقتی که فوت کرده چیزی به حسابشون میرسه، حقوق یعنی اون قسمتی رو که به عنوان وام بوده برگردن پدر یا شوهریشون وقتی که فوت کرده، از نظر شرعی اشکال نداره. میتواند که از حقوقی که بچه ها دارند یا از حقوقی خودش دارد میتواند که قرض پدر این بچه ها رو ادا بکند. هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود ندارد و جایز است. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان آماده است. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. بیننده گرامی صحبت کنید. من راجی باز سوال دارم. بخشین تو استودیو صدا نیست. بله. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم و رحمت الله و برکات. من راجی با جماعت اهل تبلیغ سوال دارم که چطور از این آدم با وقت از دو امرای از دو بره و راجی با ازی توضیح بکنید بر ما بسیار زیاد تشکر. انشالله. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر، خدا نگه دار شما. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. تشکر. میخواستم من نماز دعا را بفهمم که چی هست. درست. سوال دیگه هم دارین؟ بله. نماز دوحا دیگه، همون نماز دوحا. درست. نماز قبل از ظهر، یعنی. بله. درست. تشکر از شما. تشکر، لطف کردین. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم. ما یک سوال داشتم برادر ما، در مورد از می قصد پخته میکنی یا چلا میشه؟ در مورد؟ قصد پخته نیم از افغانستان. در افغانستان رواج است مردم قصد پخته میکنن. چه چیزی؟ یکمی شما رو سوال کنید، چه چیزی پخته میکنن؟ قصیده نیم. قصیده؟ فکر میکنم. بله. خب برای چه کاریه؟ برای کارهای جادوگری. چی حکم داره از حساب قرآن؟ یعنی قصیده پخته میکنن، توضیح میکنن برای جادوگری؟ برای اونا فکر میکنن که جنها را یعنی شعر یا چیز درست میکنن برای اینکه همون تلس یا همون تعویذ نوشتن برای جادوگری دیگه. قصیده میگن، شاید استاد بزرگوار آشنا باشه به این نام. درست. یعنی چه کار میکنی؟ توضیح دوباره این بینید چه کار انجام میدن یعنی روی این قضیه؟ تا اینا مردمایی هستن که چون ما نه همین قضیه قصیده برای ما نامفهومه، یعنی شاید اصطلاح نشنده باشه. شعر میگن؟ یعنی شعر گفتنه؟ نه شعر گفتن نیستن. اینا میخواین که از اینا را تحت تاثیر خود قرار بدن در جریان 40 روز. درست. مرا گرفتین؟ ولی من این قضیه قصیده رو نفهمیدم، یکمی توضیح بدین. مطلب قصیده همی است استاد محترم، ببخشین که استاد صادقان باشن، استاد انصاریان ولد است نام الان آقای انصاری نیستن، خب ما دوتا هستیم. یعنی منظور شما این است که غذایی که پخته میشه در یک خونه به خاطر دفع جن این غذا رو تقسیم میکنن در میان مردم؟ نه خیر استاد بزرگوار. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. بعضی مردم هستن در افغانستان، در پاکستان، در طرفای بلوچستان، نمیفهمن یعنی هستن در دور خود یک حلقه میکشن و 40 شب و 40 روز نموجه کدام رقم عبادت میکنن. بعد از او بزنگه میکنن دفت نکردیم. بله یعنی 40 نشستن منظورتون هست؟ یعنی 40 نشستن. بله بسیار خوب. یعنی او مدیر صاحب دین اسلام برای ما گفت بسیار خوب. چی حکم داره؟ قرآن رد میکنه یا
درست، انشاءالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادر عزیز. من سلام دوباره مزاحم شدم. خواهش میکنم، بفرمایید. من شرمندم چون سوالم زیاد بود، نخواستم وقت برنامه رو زیاد بگیرم. استاد عزیز، میخواستم از استادم بپرسم گفتن بسم الله الرحمن الرحیم مثلا در رکعت های دیگه واجبه؟ مثلا رکعت اول که میخونیم بعدش میخوایم سوره توحید بخونیم، آیا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم یا نگیم اشکالی نداره؟ یا در رکعت های بعد مثلا میخوایم رکعت بعد شروع کنیم حتما باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یا اگه نگفتیم همینجوری الحمدلله بگیم اشکالی نداره؟ یکی اینم که بوسیدن قرآن جایزه؟ قرآن مثلا ببوسیم. بعد این آخرین نماز که میگم بعد از نماز عشا سه رکعت نماز بخونیم که آخریش میگه وتر باشه، حالا اومدیم سه رکعت خوندیم، بعد نیمه های شب اگر بیدار شدیم میتونیم مجددا نماز اون سنت بخونیم؟ اشکالی نداره؟ بعد کسی که به کسی ظلم کنه، اگر مثلا لعنت بفرستیم بگیم مثلا کسی که ظلم میکنه بگیم خدا لعنت کنه، این چه حکمی داره؟ اشکالی نداره؟ اون وقت حاجی آقا این آخری سوالم خیلی منو، وهابی یعنی چی؟ درست، این خیلی برام مهمه، دست درد نکنه. قول میدم یه مزاحمتون نشم. من خواهش میکنم، قربون شما برم، خدا نگهدارتون. الله مدد، الله مدد، خدا نگهدار شما، تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم و رحمت الله. سوال داشتم آقا جان، که بفرمایید نفر میروید برای انجام یک کار، او از شما چیزی میخواد، به مثال ربا پاره میگیم، بعد اونم میگیره و دوباره سوال میگه شما راضی هستی که من نگرفتم یا نه، بعد که دستش گرفت. و دوم این که اون افراد که ربا میگیرن بعد باره در مسجد رفته نماز خونی میکنن، وقت نماز که شد عجله میکنن که بریم جای نماز بگذاریم. این چی دارد نسبت هم یک توضیح بده؟ چه فهمیدین دیگه سوالشون؟ یعنی ربا میگیرن نماز رو هم مستقیم این دوتا چطوری بله میگیرن؟ ربا میگیرن نماز هم ملتزم هست، بعد هم بعد دنبال نماز هم میرون، وقتی ربا گرفتن باز دوباره سوال میرن آیا راضی بودی که من این مبلغ را از شما گرفتم برای انجام هر کاری؟ درست، اولم گرفته بعدم میگه که راضی هست یا نه؟ یعنی خودشمون هم بخواست قبل خودش حلال میتونه. درست، تشکر از شما. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام باشین، آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برای پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. بفرمایید. در نماز شام یک قضیه اول رو میشینیم، بلند میشیم در رکعت سوم، در رکعت سوم نماز رو میخوانیم، سجده پس دوباره بلند میشیم در رکعت چهارم، این رو چی کار کنیم؟ یعنی متوجه شدین شیخ؟ دویم هم که به ما باری متوجه شدین؟ یعنی من متوجه نشستم عقب افتادم. یعنی شما نمازون تمام شده، فرض کنید نماز شام به قول شما تحیات آخری هست، شما اشتباها بلند شدی برای رکعت چهارم. بله. بسیار خوب توضیح میدید. و سوال دویم برادر ما که قصه خانی گفته است، ای یعنی چند کسی که پیش یک ملا میره میگه که من جادو شدم، تعویض کرده مرا، با این ملا میگه که من 40 روز قصه ها میخوانم که جن داره و تعویض شما رو بکشم، آیا این درست است از نظر برادر ما؟ درست، همون توضیح سوالی که بیننده پرسیدن. بله. درست، تشکر شما. و سوال دیگه ما که در آلمان هم که ملاهای ترقا هستن، دیش ندارن، درود دارن، جمعات میدن، در این بارم اگر توضیح میدن. درست، خروارتان روز خوش میکنم. تشکر از شما، خدا نگهدار شما.
بینندگان عزیز در اینجا با هم میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود، با ما باشیم. نیایش. ای خدای بی نیاز چاره ساز، ای مرا هر دم به سوی تو نیاز. این نیازم مایه فرخندگی است، روشنی بخش چراغ زندگی است. می کشاند کشکشانم سوی تو، جبه سایان می برد در کوی تو. گر نبودی دل ادبگاه نیاز، کی شدی روزن به سوی دوست باز؟ بی نیازی خاصه ممتاز توست، جلوه خورشید بی انباز توست. لیک من شادم به تقدیم نیاز، لیک من شادم به تقدیم نیاز. می کنم بر خود از این گنجینه ناز، گنج را سازند پنهان زیر خاک، تا بماند از گزند غیر پا. گنج من باشد نیایش های من، در نهاد خاکی اجزای من. گنج من باشد نیایش های من، در نهاد خاکی اجزای من. من نهانش کرده ام از دیگران، من نهانش کرده ام از دیگران، تا نیفتد چشم بیگانه بران. در نیاز بنده پنهان رازهاست، در نیاز بنده پنهان رازهاست. زیر این پرده عجایب سازهاست. ای تو دانا بر نیاز و راز من، واقف از انجام و از آغاز من. من برم سوی که این گنج نیاز، جز تو ای گنج آفرین بی نیاز. من برم سوی که این گنج نیاز، جست و ای گنج آفرین بی نیاز. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر شخصی که از ترس خدا بگرید داخل آتش نخواهد شد مگر زمانی که شیر دوشیده شده از پستان حیوان به آن بازگردد. اعیش الحیات بنور الكتاب و هدی الرسول امام الورا و اقف طریقا به نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بگو ای بندگان من که با زیاده روی در گناهان برخیشتن ستم کرده اید از رحمت الله ناامید نباشید بیگمان الله همه گناهان را می آمرزد به راستی که او همان ذات آمرزنده و مهربان است و به سوی پروردگارتان روی بیاورید و فرمان بردارش شوید پیش از آن که عذاب الهی به سراغتان بیاید و آنگاه یاری نشوید نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي لقي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لقي رجلا فسأله الفضيل قال يا رجل كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل مضى من عمري 60 سنة فقال له الفضيل فإنك منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ إليه أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ إليه قال الرجل آه فما العمل؟ قال خذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك وتصدق من مالك وابذل من بدنك وجعل يوصيه بالعمل الصالح سواء في بدنه أو في ماله أو بخبرته أو بعلمه أو في وقته أو في غير ذلك أن يستثمره في مباح أو أن يستثمره في طاعة المهم ألا يستثمره في شيء يسود وجهه إذا وقف بين يدي الله عز وجل روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وضع يده صلى الله عليه وسلم على منكبه قال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز جناب مولانا بیننده پرسیدن که خوردن طعام در مسجد چه حکمی دارد
در صورتی که نیاز باشه مردم در مسجد هستند و اصل مساجد رو رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند که برای عبادت الله متعال در واقع یعنی بنا شده، اما برای کسی که در مسجد مهمان هست یا در مسجد معتکف هست و فعلا در مسجد در واقع نشسته، اشکال نداره خوردن و آشامیدن برای کسی که در مسجد هست، در حالت اعتکاف هست یا در مسجد کاری رو دارن، جلسه ای رو دارن، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری از تماس تلفنی در دیر داشت، گفتن که قبلا شیعه بودن و نماز نمیخوندن، کسی بهش کاری نداشت، بعد تمایل به مسیحیت کردن، کسی کاری نداشت بود، اما بعد وقتی که اهل سنت رو انتخاب کردن، گفت بدترین جنایت ها بر حق رو انجام میدن، حتی از طرف آخوندها و کسانی در حرم امام رضا هستند نیز با او بدرفتاری میشود. دلیل این کار رو چیست؟ متاسفانه در جامعه‌ای که ما هستیم، در جامعه ایران، متاسفانه تمامی ادیان از آزادی نسبی برخوردار هستند و شعائر دینی خودشون انجام میدند، از یهودی و بقیه ملت هایی که وجود دارند، عبادتگاه های خاص خودشون رو در کلان شهرها دارند، به استثناء اهل سنت و الجماعت که در واقع به گفته خودش یا اینا مسلمان هستند، یعنی اهل سنت رو برادر میدونند، مسلمان میدونند، اما اجازه نمیدند که برادران مسلمانشون در کشور ایران راحت و آزاد باشند، شعائر دینیشون رو و مراسمات دینی رو به راحتی انجام بدن. و که ناگفته فیداست که علتش چی هست. علتش این است که وقتی که اهل سنت و الجماعت مجال داده بشوند، وقتی که به عنوان یک مسجد برای اهل سنت و الجماعت در تهران خود نمایی بکنه، مشخص بشه که این مرکز مسلمانان هست، رفت و آمد مسلمانان در اونجا هست، عبادت مسلمانان در اونجا انجام میگیرد، عموم مردم شیعه هم با واقعیت ها آشنا میشوند. آنچه که تاکنون علیه اهل سنت و الجماعت افترا بستند، حقیقت برای همگان واضح و آشکار می شود و قطعا کسانی که تشنه حق و حقیقت هستند به روی به سوی مذهب حق و دین حق و توحید واقعی در واقع رجوع خواهند کرد. به خاطر این بیمی که وجود داره، متاسفانه تا کنون اجازه ندادند که اهل سنت و الجماعت در کلان شهرها در واقع مسجد داشته باشند، یا در جاهایی که نمازخانه هایی موجود داره به هیچ عنوان اجازه نمیدند که اهل سنت و الجماعت اذان بگویند، صدای اذان اهل سنت و الجماعت رو دیگران بشنوند. اما این که اهل توحید شدند، این طبیعی هست، هر کسی که اهل توحید باشه، مسلمان هست، الله متعال مسلمانان رو در واقع امتحان می‌فرماید و هر کسی که ادعای مسلمانی می‌کند باید این ادعایش صادق و راست باشد، و خصوصا در جامعه ایران کسانی که موحد باشند، کسانی که فقط از الله متعال استعانت بجویند، اینها در معرض امتحان بیشتری هستند و هر گونه رنج و آسیبی که به شما میرسد، مطمئن باشید که این باعث رفع درجات شما انشاءالله در قیامت خواهد بود و در دنیا هم باعث ثبات و استقامت بیشتر شما انشاءالله حتما خواهد بود و در قیامت هم اجر و پاداش این را خواهید داشت انشاءالله. جزاکم الله خیر. بیانده برای گفتن نمازهای سنت قبلیه بعدیه که در مسجد بعد انگام خواندن جماعت خوانده می شود، آیا وقتی که انسان نماز را به صورت تنهایی می خواند هم باید انجام بداد؟ بله، در روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، سنت هایی که جد سنت های راتبه هستند وقتشون هم مشخص است، یعنی سنت قبلیه داریم، مانند نماز فجر که دو رکعت سنت قبل از فجر داریم و نماز ظهر و که دو رکعت چهار رکعت قبل از ظهر به عنوان سنت های راتبه هستند. سنت هایی که قبل از نماز هستند آنها را قبل از نماز باید بخوانیم، سنت هایی که بعد از نماز هستند مانند سنت های بعدیه ظهر یا بعدیه مغرب و عشاء، اون سنت ها را بعد از عشاء باید بخونیم. تفاوتی نداره چه انسان به صورت فرادا و تنهایی نماز بخواند یا به صورت جماعت نماز بخواند، سنت های قبلیه رو قبل از نماز باید بخونیم چه تنها باشیم و با جماعت باشیم، و سنت های بعدیه رو بعد از نماز باید بخونیم چه تنها خوانده باشیم چه با جماعت خوانده باشیم. و اگر کسی اون گونه که این بیننده من فرمودن تنها نماز میخواند، جماعتی وجود نداره، اول سنت ظهر را یا سنت فجر را بخواند و بعد از آن نماز فرض را انجام بدهد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که کسی شب نیت روزه بکند ولی سحری نخورد، این کار چطور؟
خوردن سحری جزو سنت ها هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب فرمودند برای خوردن سحری و فرمودند که سحری بخوری، زیرا که سحری خوردن برکت دارد و یک نوع ثواب و ارزشی را در پیشگاه الله متعال دارد. و رسول الله صلی الله علیه وسلم که به خاطر این که یک مقدار سبکتر بشود روزه گرفتن و به جایی نرسد که انسان خود یعنی تبدیل به خود آزاری بشود، رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب کردند که زود افطار بکنید و دیر سحری بخورید. سحری خوردن خودش سنت هست و دیر سحری خوردن هم سنت هست، یعنی لحظاتی قبل از اذان فجر انسان باید سحری رو در واقع تمام بکند. اما کسی چه سحری بخورد یا سحری نخورد، روزش کاملا درست هست. اگر کسی به سحری نرسید، خواب افتاد یا خودش نمیخواست که بلند بشود، نیازی به سحری نداشت، روزش از نظر شرعی درست، هیچ گونه اشکالی نداره. سحری خوردن سنت هست و تأثیری در صحت و عدم صحت روزه ندارد. جزاکم الله خیر. برنده گفتن کسی که نماز عصر رو تأخیر انداخته است و الان وقت مکروه نماز خواندن وارد شده است، چه کار کند؟ نماز رو در اون وقت بخوند یا نه؟ تأخیر نمازها به صورت کلی از وقتش جایز نیست و خصوصا نماز عصر را تأکید ویژه‌ای شده در قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودن من فاتت صلات العصر که انما وتر اهله و ماله، کسی که نماز عصرش فوت شده باشد مانند این است که اهل و مالش از بین رفته باشند و نابود شده باشند، یعنی سنگینی گناهش و ضرر و زیان معنوی که حاصل می شود برای فوت شدن و قضا شدن نماز عصر به اندازه این است که کسی مالش و اهل و اولادش همه از بین بروند. این مانند کسی است که نماز عصرش در واقع فوت شده باشه. انسان باید سعی بکنه تا جایی که ممکن هست مراقب و مواظب باشه و نماز رو همیشه سر وقت بخونه. و هر وقتی قبل از غروب که انسان بیادش اومد که وقت نماز قبلی رو نخونده، نماز عصر رو نخونده باشد، از نظر شرعی باید نماز رو بخونه. وقتی که خورشید زرد می شود و نزدیک به غروب هست، این وقت وقت مکروه هست اساسا برای نماز خوندن. منتها در مورد نماز عصر برای کسی که نماز عصر را نخونده جایز هست، می تواند که در این وقت نماز بخواند، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود من ادرک رکعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. هر کسی که یک رکعت هم رسید قبل از غروب بخواند، این در واقع نماز عصر را بهش رسیده. این ولو اینکه وقتش وقت مکروه هست، باید نماز عصر را در واقع بخواند. اگر به اندازه بود که قرص خورشید در هنگام غروب کردن بود، یعنی نصف قرص خورشید غروب کرده بود و نصفش باقی مونده بود و الان یادش اومد که نماز عصر را نخونده، اولاتر و بهترین است که صبر بکند که بعد از این که آفتاب به صورت کامل غروب کرد و اذان مغرب گفته شد، بعد از اذان مغرب نماز عصر را قبلا فوت شده، اول نماز عصر را بخواند و بعد از آن نماز مغرب را بخواند. اما اگر قبل از غروب بهش فرصت رسید و اینکه یک رکعتی رو رسید که بخواند و ادامه نمازش در هنگام غروب بود، اشکال شرعی وجود نداره، نمازش را بخواند و نمازش درست است. درست. و مهم این است که آغاز نمازش در وقت مکروه نباشه، یعنی دقیقاً در وقتی که نصف قرص خورشید فرو رفته، غروب کرده و هنوز به صورت کامل قرص خورشید ناپدید نشده، نماز رو آغاز نکند. اما اگر نمازش آغاز کرده، یک رکعت دو رکعت خونده بود، بعد از آن خورشید غروب کرد، اشکالی به وجود نمیاد و نماز عصرش درست. جزاکم الله خیر. من باید در مورد تهیه مسجد سوال کردن که حکمت از خوندن آن چیست و چه ثوابی برای آن وجود دارد. نماز تحیت المسجد یکی از نمازهای سنت است و رسول الله صلی الله علیه وسلم تأکید ویژه‌ای داشتند در این زمینه و فرمودند اذا اتى احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. وقتی که به مسجد رفتید، قبل از اینکه بنشینید، دو رکعت نماز در واقع بخونید. و حتی اتفاق افتاده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز جمعه در هنگام خطبه هم بعضی از افراد رو دستور دادند که بلند بشوند و دو رکعت نماز تحیت المسجد رو بخونند. یعنی تا این اندازه رسول الله صلی الله علیه وسلم بر این مورد تاکید کردند و حکمتش این است که خود نماز سنت قبلی یا نماز نماز تحیت المسجد و نماز تحیت الوضو، اینا در واقع مقدمه ساز نمازهای فرض هستند. هرچند که انسان بیشتر پایبند سنت‌های قبلیه باشد، سنت تحیت الوضو باشد، یعنی نمازی که به مناسبت وضو گرفتن خوانده می شود، نمازی که به مناسبت ورود به مسجد خوانده می شود، اینها 100%
کسانی که این مراحل رو طی بکنن نماز فرض یک میخونن با حضور و حضور قلب و خشوع بیشتری ان شاء الله خواهد بود. ان شاء الله جزاكم الله خیر. خانومی که لاک ناخن زده است نمازش درسته یا نه؟ لاک در صورتی که به صورت یک جرم خارجی باشه و تنها به صورت یک چربی یا به صورت یک رنگ نباشه که بر روی ناخن هست و اضافه بر آن یک لایه باشه که روی ناخن چسبیده هست، در این صورت وضو درست نیست و غسل هم درست نمیشود. در این صورت حتما باید برای صحت وضو و غسل باید این لاک از بین برود و تا زمانی که این لاک بر روی این ناخن هست وضو درست نیست و وقتی که وضوش درست نباشه نمازش هم صحت نداره و درست نیست، باید حتما این لاک رو از بین ببرد. درست. جزاکم الله خیر. آیا هنگام غسل جنابت یا کلن غسل از کار خاصی ذکر شده است یا نه؟ نه، برای غسل یا برای حتی وضو از کار خاصی وجود نداره. در میان یعنی شستن اعضای وضو از کاری و دعاهایی که خونده بشه در هنگام شستن چهره، در هنگام شستن دست یا پا یا مسح سر، چون این دعاهایی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده و برای غسل هم این گونه هست. یعنی هیچ دعایی برای غسل از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده. مهم این هست که انسان در هنگام وضو یا در هنگام غسل کردن نیت طهارت رو داشته باشه. نیت طهارت یعنی همون تصمیم قلبی که انسان مثلا در حالت جنابت بوده یا در حالت عادت ماهیانه بوده الان غسل میکند به این نیت که پاک بشود. تلفظ کردن یک جمله و دعایی نه برای وضو و نه برای غسل جنابت و نه برای غسل حیض هیچ گونه دعایی و نیت خاصی که تلفظ بکند نیست. نیت فقط همان تصمیم قلبی هست که خودش میداند که الان ناپاک بوده، الان میرود غسل میگیرد، غسل انجام میدهد یا وضو میگیرد به نیت این که طهارت حاصل بکند برای نماز خواندن. همان نیت قلبی و تصمیم قلبی شما کفایت میکند و دعای دیگری لازم نیست. جزاکم الله خیر. رفتن به جماعت تبلیغ چوک میدارن؟ کسانی که اهل تبلیغ هستند یعنی چیزی رو دارن برای تبلیغ کردن و این مسئولیتشون هست که باید تبلیغ بکنن شریعت اسلامی رو برای کسانی که اهل علم هستند، احکام شرعی رو یاد گرفتن، این وظیفه ای هست که الله متعال برگردن اونها گذاشته که بروند و در واقع آنچه را که یاد گرفتن به دیگران برسانند، یا در شهر خودشون باشه یا در شهر دیگران باشه از نظر شهری اشکالی وجود نداره. و کسانی هم که با این علما تشکیل میشوند، کسانی که اهل علم هستند و شما به خاطر استفاده از اهل علم که در این جماعت تشکیل هستند بروید و احکام شرعی خودتان را یاد بگیرید، یا به خاطر این که بروید امر به معروف و نهی از منکر بکنید که معمولا دوستان جماعت تبلیغی بیشتر این کار را انجام میدهند، یعنی در محله هایی که مردم نماز نمی خوانند میرند گشت میکنند، به طور مثال کسانی را که به مسجد نمیان به مسجد دعوت میدند، کسانی را که پایبند نیستند اونها را دعوت میدند. این از نظر شرعی وظیفه عمومی هر مسلمانی هست. یعنی شما هم اگر در جامعه خودتون در محله خودتون کسانی هستند که نماز نمی خوانند یا یک سری منکراتی رو انجام میدن، از نظر شرعی شما باید تذکر بدهید و اگر شما برای تبلیغ می روید یا برای امر به معروف و نهی از منکر می روید از نظر شرعی اشکالی وجود نداره. اما انسان باید همیشه باید مواظب باشه که به خاطر تبلیغ دین انسان نباید دچار بدعت و خرافه باشه. اگر احیانا افرادی شاید در جماعت تبلیغ باشند که تازه وارد جماعت تبلیغ شدند، از احکام دینی شاید هنوز اطلاع و آگاهی کافی ندارند، چه بسا که از جانب چنین افراد یک سری بدعت‌های تبلیغ بشود. انسان باید مواظب باشه که همیشه دین را از اهل دین بگیرد و احکام شرعی را و حتی فضایل را و احکامی را که وجود دارند اینها را از اهل دین و از احادیث صحیح بگیرد. هیچ گونه اشکالی ندارد که با این شرایط انسان به تبلیغ برود، یا برای تبلیغ دین یا برای فراگیری احکام شرعی برود، از نظر شرعی ممانعتی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. برنده برای در مورد نماز ضحا یا ضحا، نماز ضحا نمازی که به مناسبت طلوع آفتاب خونده می شود یا نماز اشراق که معمولا گفته می شود یا نماز ضحا گفته می شود یا نماز چاشت یا نماز اوابین، تمام اینها یکی هستند. یعنی نمازی که بعد از طلوع آفتاب خونده می شود و این سنت هست
و در روایتی که در صحیح مسلم هست رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که بر هر بندی و مفصلی از مفاصل بدن شما در هر روز یک صدقه لازم هست که شما باید صدقه بدهید، در مقابل هر بند و مفصل بدنتون شما یک صدقه بدهید. و در ادامه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که فکل تسبیحه صدقه و کل تحمیده صدقه و کل تحلیله صدقه و کل تکبیره صدقه، هر سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله و الله اکبر که شما بگید این در واقع یک نوع صدقه شمرده می شود، صدقه ای که برای حفاظتتون و برای شکرگزاری از نعمت بدن شما و سلامتی است که الله متعال به شما داده. امر به معروف صدقه هست، نهی از منکر صدقه هست. و در آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و یجزئ من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحا، و دو رکعتی که انسان بعد از طلوع آفتاب بخواند کفایت میکند. یعنی این دو رکعت را که شما بخوانید گویا که شما 360 بند و مفصل بدنتون رو برایش صدقه دادید، یعنی به جای تمام بدنتون و شکر نعمت صحت و سلامتی هست میتونید که یعنی به جای این همه صدقه دادن همین دو رکعت نماز خوندن در واقع کفایت میکند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن و وقتش بعد از طلوع آفتاب هست، بعد از طلوع آفتاب تقریبا حدود 10 دقیقه یا ربع ساعت بعد از طلوع آفتاب شما می توانید که این نماز رو بخوانید تا 10 دقیقه قبل از اذان ظهر، یعنی تا قبل از زوال شما می توانید که این نماز رو بخوانید. و تعداد رکاتش هم مشخص یا معین نیست، می توانید هم 2 رکعت بخوانید، کسی خاص بیشتر بخواند باز هم اشکالی وجود نداره، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، هر چی رو بخواند به عنوان صلات ضحا یا صلات اشراق یا صلات اوابین از نظر شرعی اشکالی ندارد، حداقل شما 2 رکعت است. جزاکم الله خیر. سال بعد بیننده که همون قضیه قصیده بود که گفتن برای جادو کردن و سحر کردن است که یه چله میشینن، گفت این کار چه خوبه؟ اولا چله نشستن رو که انسانی خودش رو محصور بکنه، معمولا افراد خرافی هستند میرون در قبرستان می نشینند و خودشون از نماز جماعت و از بقیه اعمال دینی دور میکنند به خاطر اینکه به قول خودشون چله نشستند، یا جنی رو تسخیر بکنند از کار اوراد احیانا بدعتی رو و شرک آمیز رو میخونند و دوربر خودشون خطی میکشند نماز جماعت رو ترک میکنند. این از نظر شرعی جایز نیست و حرام هست، از نظر شرعی جایز نیست که شما به خاطر اینکه جنی رو به قول خودتون تسخیر بکنید نماز جماعت رو ترک بکنید، اونم تا 40 روز این نماز جماعت رو بعضی وقت مثلا ترک میکنن و جنها هم این رو میخواهند که شما پایبند نماز نباشید. و معمولا کسانی که ادعا میکنند که جنی رو تسخیر کردند یا با جن ارتباط دارند که از این طریق میتونند کسانی رو سحر بکنند، اینها انسانهای پایبندی به احکام شرعی نیستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن همه عظمتی که داشتند، با آن همه تقوایی و با آن همه معنویتی که داشتند، جنی رو تسخیر نکردند، جنی تسخیر ایشان نبوده، همیشه در انجام کارهای خودشون در جهاد و در بقیه کارهای شخصی خودشون این کارهای خودشون انجام میدادند. ثابت نشده که جنی رو تسخیر کرده باشند و این فضیلتی هم شمرده نمیشه. جن داشتن، جن تسخیر کردن، از جن کار گرفتن، این کار انسانهای جادوگر هست و انسانهای ساحر هست و این در واقع در حد کفر میرسد. یعنی جن خصوصا وقتی که جن یک جن کافری باشد از انسان راضی نمی شود مگر این که انسان را به کفر و شرک برساند. و هرچند که با برخی از کسانی که تو این زمینه بودن من صحبت می کردن گفت که جن معمولا دستور می دهد که انسان حتما باید یک کار گناهی را انجام بدهد، تا زمانی هرچند که انسان بیشتر در گناه فرو برود جن بیشتر تابش می شود. حتی یکی از دوستان گفت که تا جایی می رسد که جن دستور می دهد که با زنای با محارم باشه یا ذبح حیوان برای جن باشه، سجده برای جن باشه، یعنی کارهایی که کفر و شرک هست. هر اندازه که انسان بیشتر به کفر و شرک برسد از اون طرف جنهای کافر هم یک مقدار بیشتر تناظر می دهند و ظاهرا با این افراد هم کاری می کنند. از نظر شرعی چون این کارهای ناجایز و حرام هست و انسان نباید دین خودش را به خاطر منفعت مادی به خطر بیاندازد و دینش را فدای دنیا بکند، این کار عاقلانه ای نیست. و سرانجام چون این کارهایی هم گذشته از اینکه خلاف شریعت هست، نتیجه و عاقبتش همون کفر و شرک هست و سوی خاتمه. جزاکم الله خیر. 8 دقیقه زمان باقی است، با 8 تا هم سال دیگه. خیلی خوب.
آقای الهی عزیز پرسیدن که آیا در نمازها در همه رکعات بعد برای خواندن سوره توحید یا همون الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه یا فقط در اول رکعه اول؟ در تمامی رکعات بسم الله گفتن جز سنت های نماز هست، یعنی جز سنت های قولی هست، همان گونه که رفع یدین جز سنت های عملی هست که عملا دست رو بلند می کنند، رفع یدین هست. بسم الله الرحمن الرحیم گفتن در اول قرائت در اول سوره فاتحه جز سنت های قولی هست که سنت هست گفته بشه، هم در رکعت اول و دوم و در تمامی رکعات، و هم جایز هست که بعد از سوره فاتحه و قبل از شروع سوره دیگر بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه. تمام اینها جز سنت ها هستند، یعنی اگر شما نخواندید یا یادتون رفت یا عمدن بسم الله الرحمن الرحیم نگفتید هیچ گونه اشکالی در نمازتون ایجاد نمیشد، به این معنی که نمازتون باطل نمیشد، گرچه انجام دادن این سنت ها و آداب در ثواب نماز و در تأثیر نماز و در حضور قلب شما تأثیر دارد، اما از نظر حکمی نمازتون درسته و باطل نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم در نماز جز سنت ها هست، اگر ترک شد نماز باز هم صحیح هست. بوسیدن قرآن جایز یا نه؟ در مورد بوسیدن قرآن من این نیومده به عنوان این که منی اومده باشه که قرآن را ببوسن، و این در همون اصل جواز هست که جایز هست کسی قرآن را به خاطر محبت اگر بوسید از نظر شرعی اشکالی به وجود نمیاد، اما چون که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست از این کار پرهیز بکنن اولاتر و بهتر است، اما اگر کسی بنابر عرف و عادتی که داره قرآن را بوسید مرتکب گار گناهی هم نشده. جزاکم الله خیر. کسی که بعد نماز عشاء وتر خوانده باشد و دوباره خوابیده و نصف شب بیدار شود، آیا میتونه سنت بخونه؟ وقت نماز وتر بعد از نماز عشاء هست، یعنی بعد از نماز عشاء وقت نماز وتر هست تا قبل از طلوع فجر، قبل از نماز فجر که اذان فجر که گفته بشه، این وقت نماز وتر هست. برای کسانی که بیدار می شوند در آخر شب اولاتر و بهتر این است که نماز وتر را در آخر شب بخوانند، و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم توصیه کردند بر این، و حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه و حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه رسول الله ایشون رو توصیه کردند که قبل از خواب در واقع نماز وتر رو بخونند. برای کسانی که بیدار نمیشوند قبل از خواب بخونند یا بعد از نماز عشاء و در بعد از سنت ها بخونند، و کسانی هم که بیدار میشوند بهتر است که نماز وتر رو در آخر شب بخونند. بالفرض یک کسی اول شب نماز وتر رو خوند، الان یک رکعت خوند یا سه رکعت خوند، پنج رکعت یا بیشتر خوند، این نماز وتر خودش را خواند و خوابید و وقتی که بلند شد لازم نیست که دوباره نماز وتر رو بخونند. نماز سنت می تواند بخواند، نماز شب هر چه مقداری خواست، اما دوباره وتر رو تکرار نکند. لا وتران فی لیلت، در یک شب دو تا وتر وجود نداره. اگر اول شب شما وتر خواندید آخر شب لازم نیست که بخوانید، و بعد از نماز وتر اگر دوباره بیدار شدید جایز هست که شما نماز تهجد و نماز شب بخوانید، اما در آخر دوباره وتر رو تکرار نکنید. جزاکم الله خیر. آیا میشه به کسی که در حق شخص ظلم کرده لعنت فرستاد؟ لعن بر ظالم به صورت کلی جایز هست که الله متعال کسانی را که ظلم میکنند در واقع لعنت بکنند، اما این نباید انسان مسلمان یعنی فرد معینی را لعن و نفرین بکند. همین که انسان دعای رحمت بکند یا دعای هدایت بکند این اولاتر هست و ثوابش بیشتر هست، گرچه از نظر شرعی مظلوم از این حق را دارد، میتواند که بر ظالم خودش هم دعای به اصطلاح نفرین بکند. وهابی یعنی چی؟ وهابی یعنی پیرو قرآن و سنت. چیزی که امروزه به عنوان وهابی مطرح می شود یعنی کسانی که پیرو قرآن و سنت هستند، کسانی که از قبر پرستی و بت پرستی و از خرافات و بدعات دوری می کنند، اینها در واقع وهابی شمرده می شوند، و کسانی که پیروان محمد ابن عبدالوهاب هستند که ایشون نگفتند که من وهابی هستم یه مذهبی به نام وهابیت دارند، ایشون با بدعات و خرافات و شرکیات مبارزه کردند، و کسانی که اهل قبور هستند و دعوت به قبر پرستی می کنند اهل توحید رو می گویند که وهابی هستند. جزاکم الله خیر. بیننده برای گفتن که از افرادی طلبی می کنیم و در مقابل از ما ربا می خواهند، اما خود این افراد هم
نمازهاشون خیلی خوب و پایبند هستن به نمازها. این دوتا با هم چه جمعشون؟ خب این دوتا یعنی عمل جداگانه هست. این ربایی رو که انجام داده یک کار گناه هست و مبارزه با الله و رسول هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماند که یک درهم ربا خوردن هم مانند 36 بار زنا کردن هست از نظر گناه. این گناه بسیار سنگینی هست و تنها گناهی هست که الله متعال اعلام جنگ و مبارزه کرده با چنین افراد. گناه بسیار سنگینی هست و در قیامت هم عذاب بسیار سختی رو الله متعال برای چنین افراد در نظر گرفته. اما نمازی که میخوانند یک حکم جداگانه داره، نمازشون درسته اگر که با به صورت صحیح نماز خونده باشن نمازشون قبول میشه و گناه ربایشون یک گناه جداگانه هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن در نماز شام یا مغرب برای رکعت چهارم بلند شدن نفهمیدن. برای رکعت چهارم اگر کسی یعنی رکعت چهارم بود یا به هر صورت یعنی رکعت سوم بود در نماز دو رکعتی، یعنی رکعت اضافی وقتی که شما بلند شدید، حکمش این است به محض این که شما بیادتون اومد که رکعت اضافی هست باید بنشینید. شما نماز مغرب هست یا هر نماز دیگر که آخر نمازتون هست متوجه نشدید بلند شدید به رکعت دیگر، رکعت چهارم یا رکعت پنجم بلند شدید برای در نماز چهار رکعتی، رکعت چهارم برای نماز سه رکعتی، حکمش این است به محض این که شما یادتون اومد در هر جا که بودید یک رکعت خونده بودید کمتر خونده بودید، حکمش این است دوباره برگردید بنشینید. یعنی لازم نیست حتما وقتی که یک رکعت خوندید بلند بشید دو رکعت دیگر اضافه بکنید، نه. یک رکعت خونده بودید یا نخونده بودید یا کمتر از یک رکعت، به محض اینکه یادتون اومد که این رکعت اضافی هست باید بنشینید و نمازتون رو تمام بکنید و سلام بدید و بعد از سلام سجده سهو انجام بدید و نمازتون درسته. اگر ادامه دادید میدانید که الان بلند شدید برای رکعت چهارم یا در نماز مغرب هست یا رکعت پنجم مثلا بلند شدید، الان میدونید که رکعت پنجم هست که میخونید یا رکعت ششم هست، در این صورت نمازتون باطل شده، یعنی کل نماز باطل شده، باید دوباره نماز بخونن. به محض این که یادتون افتاد که رکعت اضافی دارید میخونید باید بنشینید و سلام بدهید و بعد از آن سجده سهو بکنید. جزاکم الله خیر. برنامه گفتن در ترکیه هستن و امام هایی که امامت میدن ریش ندارن، خواندن نماز جایز هست. امام ولی این که مرتکب گناهی شده باشه یا مثلا یک فضیلتی رو ترک کرده باشه یا واجبی رو ترک کرده باشه، از نظر شرعی پشت سر چنین کسی نماز خواندن اشکال نداره و جایز هست. بدین بهانه درست نیست که انسان ثواب نماز جماعت رو ترک بکنه. درست. جزاکم الله خیر و وقت برنامه تموم شد. سوالای بینندگان عزیزم تموم شد. تشکر میکنم از شما که وقت به ما دادین و از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا